سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال روزانمون میریم با هم بررسی میکنیم انرژی دوشنبه 3 مرداد. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاسگزاری من رو دوستان عزیزانی که هستین در کنارم بپذیرین. دوستان شما با لایکاتون با کامنتاتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین. عزیزان دل مثل همیشه ازتون خواهش میکنم برای حمایت از این کانال و برای یک تبادل منصفانه حتما اون دکمه سابسکرایب رو خواهش میکنم فشار بدین و اون زنگوله کنار رو فعال کنین که از فالهای جدید مطلع بشین. بریم ببینیم چه خبر است در انرژی های شما برای دوشنبه. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین دوستان و حال دلتون خوب باشه. چه انرژی با شما دوستان همراهی میکنه برای این؟ خب آقای مرد آویخته افتاد اینجا ولی منفی، یعنی اینکه مسئله هستش که توی اون انگار احساس میکنم در یک بلا تکلیفی هستم، منتظر هستم، خودم رو نمیتونم رها کنم. خب پای من جایگیر هستش، مسئله هست که شاید احساس میکنین که قربانی شدین در مسئله، شاید نمیتونم حرکتی کنم. این همیشه انرژی هست که از گذشته داره به سمت شما میاد. ببینیم انرژی های دیگه. اپ 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 اپ. چه خبر هست در درونشون دوستان؟ من به دنبال کارت دیگه میرم و کارت دیگه هم انگاری قایم شدن. خب و در کنارش دوستان کارت بسیار زیبای 4 ببینید کارت بسیار زیبای دوستان توجه کنید، 4 چوب افتاد. از این بلاک تکلیفی در میان دوستان. یک سریاتون انگار منتظر این 4 چوب مستحکم هستین، منتظر هستین. باز هم این کارت انتظار اینجا افتاده، شرایط در یک حالت بلاک تکلیفی شما رو گذاشته. خب به هر حال از این حالت تا ابدالعمر لنگ در هوا باقی نمیمونی، در خواهیم آمد و به این اوج خواهیم رسید. خب بریم ببینیم کارت بعدی رو. از کارت های آینه بینی استفاده میکنم. اپ اپ اپ. نه کارت ها نزاریم سری جاشون. اوکی دو تا کارت افتاد، نمیخوام اینجوری بیفتن واسم. کارت بعدی حرف از تعادل میزنه، پس تعادلی که وارد زندگیتون خواهد شد. یک سریاتون دوستان منتظر یک مسئله قانونی هستین و در مورد یک مسئله قانونی احساس بلا تکلیفی میکنین. خب برای که این تعادل، این شادی، این چارچوب مستحکم و این کادری که باید توی زندگیتون بیاد که داره به وجود میاد، قانون، چارچوب مستحکم در مقابل کسی که در انتظار هست و انگار که من در یک تونلی هستم و اون تونل تهش رو نمیبینم، نور رو نمیبینم. اینجا دوستان کارت خدا براتون افتاده، معجزه پشت این کارت ها براتون افتاده. به هر حال مسائل درست میشن، دیدگاهتون رو بر روی مسائل عوض کنین. اینجا میبینم یک سری ها نمیتونن دیدگاهشون رو عوض کنن چون این حالت استانبای که در زندگیشون هست و خیلی براشون غیر قابل تحمل شده. خب اینو اینجا میذاریم، بریم ببینیم کارت دیگه چی میگه. اینجا برای شما تجربه زندگی، برای یک سریاتون دوستان بالاخره به این نتیجه میرسین که اینم جزئی از تجربیات زندگی هستش و تجربه زندگی به یک سریا داره میگه که اینجا که شما قبلا هم در زندگی تجربه داشتین که در یک حالت استاندبای باشین، پس اینم جزئی از زندگی هستش. شرایط شما رو وادار کرده به این حالت. مسائل ببین در قلب کارت ها مسائل در راه هستن دوستان. اوکی پس اینقدر خودتونو اگر که منتظر چیزی هستین و اینکه احساس میکنین که وای نمیشه، وای چرا اینجور، خودتونو آروم کنین، همه چیز درست خواهد شد، مشکلی نیست که آسان نشود دوستان. خب بریم ببینیم کارت بعدی چی بهمون میگه دوستان. کارت بعدی دوستان ببینید حرکت افتاده. آبهای متلاطم رو پشت سر خواهیم گذاشت، به سمت نور حرکت خواهیم کرد دوستان.
که همیشه مسائل به یک صورت باقی نخواهند ماند، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. پس اینو همه درست خواهند شد. اینقدر خودتونو به قول معروف داغون نکنید. خب بریم ببینیم دوستان در دامنهای مختلف زندگیتون چه خبر هست. در سر شما از همه مهمتر ببینیم چه خبر هست. جنگ هست، بهشت برین هست، خواب و رویا هست یا کابوس هست. ببینیم چه خبر هست در سر شما. خیلی خوب ببینیم کارتا نمیدونم دیده میشن همشون یا نه. دوربین خیلی پایین گذاشتم برای که شما بهتر ببینید. خودم نمیبینم دیگه توشی چی کورکورانه کار انجام میدم. خب ببینید دوستان، در سر شما دوستان احساس میکنم که پشیمانم. یه سریاتون واقعا ببینید دوستان غصه و قبطه یه چیز رو که از دست دادین میخورین. یک سریات اصلا احساس میکنم که واقعا مثل کسی میمونه که در کسی رو از دست داده باشه و در عزایی باشه دوستان. بله پشتش برای یک سریات دوستان این در سر شما در برای یک سری از عزیزانی هستش که شاید کسی رو از دست دادن. در سر یک سری از افراد این غم از دست دادن شخصی هستش. اگر برای اون افراد بخوام صحبت کنم دوستان، این هستش که بهتون میگه که اگر مسائل قانونی وجود داره براتون دوستان توجه کنین، اینقدر بیتابی نکنین، مسائل پیش خواهند رفت. خب این یک برای یک پرانتز بود برای اونایی که در عزای هستن. برای بقیه افراد توجه کنین دوستان، میگه که خیلی در سر خودتون حسرت چیز رو میخورین، چیزی که شاید از دست دادین. خب بریم ببینیم کارت‌های دیگه در مورد مسائل احساسی چه خبر هست. در مورد مسائل احساسی هم حرف از بذل و بخشش و بخشندگی میزنه. برای یک سری دوستان توجه کنین، اینجا در مورد مسائل احساسی دو دست افراد وجود دارن یا سه دست افراد وجود دارن. یک سری هستن که آنچه را که میدن دریافت میکنن، خوش به حالشون. اینجا می حرفو داره میزنه در مقابل شخصی. یک سری هستن که اون چیزی رو که باید دریافت کنن در زندگی احساسشون دریافت نمیکنن. این دو دسته شده. دسته سوم افرادی هستن که ممکنه که با افراد دیگه توی رابطه وجود داره. ممکنه هستش که یک رابطه سه‌بعدی یا به قول مثلثی وجود داشته باشه، به غیر از شما کسی دیگه در این رابطه باشه، از طرف شما یا از طرف شخص احساسیتون. این هم ممکن هست باشه دوستان. ولی همونجور که من همیشه بهتون میگم، در این فال ها مسائل احساسی تنها مسائل عشقی نیستش. خب احساسات من این هستش، سخاوتمندی که من نسبت به دیگران دارم یا دیگران نسبت به من دارن. و خب بریم ببینیم کارت در مورد مسائل در مورد مسائل کاریتون دوستان دارم میبینم. ببینید تو مو رو میبینید، من پیچش مو رو میبینم. خب در مورد مسائل کاری بسیار بسیار با درایت کامل عمل میکنید. تو مو رو میبینید، من پیچش مو رو میبینم. من مو رو از ماس میکشم از در مورد مسائل کاری. یک نگاه 360 درجه دارید برای که نمیخواین شکست بخورین دوستان. خب بریم ببینیم در مورد مسائل مالی چه خبر هست. در مورد مسائل مالی دوستان، اینجا برای شما رها شدن هستش، تصمیم گیری. مسائل مالیتون دوستان جان دوباره گرفتن. کارت رستاخیز اگر به صورت عادی و معمولی بخوایم بخونمشون، دارین جان دوباره میگیرین در مورد مسائل مالی. ولی اگر که بخوام حالا یه مقدار پیچ و تابترش کنم، این که تصمیم میگیرم دوستان، خب یا اینکه مکالمه انجام میدم، خودم رو رها میکنم و تصمیم میگیرم که قبل و بعدش با هم دیگه متفاوت باشه. و ما بریم ببینیم و پشت کارت ها دوستان کارت کالسکه افتاده که حرف از پیشرفت و در راه مسائل مالی میزنه. چالش شما چی هست عزیزان؟ چالش شما چی هست؟ چالش شما این هستش که به یک شروع دوباره توی زندگیتون باور داشته باشین. به شانسی که سراغ شما خواهد آمد باور داشته باشین و یا اینکه خودتون برای خودتون این شانس رو بیافرینین دوستان. ببینید شاکرای ریشه، مسائل مادی، مسائل خانوادگی و همه این شاکرای ریشتون که مادیاتتون برسین دوستان، باید دست به عمل بزنین. به هر حال در مورد چه چیزی کمکتون میکنه؟ چه چیزی کمکتون میکنه؟ ببینید سرمایه گذاری شما دوستان، سرمایه گذاری در هر دامنه این که هست، صبوری شما، خب عجله وجود نداره و اینکه فراهم کردن و حس مبارزه شما
فراهم مهیا کردن زمینه و حس مبارزه شما. به چه سمتی میریم دوستان؟ ببینید به سمت این، ببینید مسئله خواهد بود که در اون احساسات من حرف میزنم. خب یا اینکه به طور کلی خیلی احساساتم میزنم برای خودشون این ور اون ور ولو بشن حرف بزنن، یا اینکه به طور کلی شیر احساسی رو میبرم. چون این کارت برای من کارت کسی هستش که اینقدر احساس و ایثار داره که ممکن همه رو خفه کنه در واقع. خب ممکن هست این مسئله باشه یا در مورد شخصی هستش، خب یا اینکه شخصی که اینجور صفتی داره در مقابل شما هست دوستان، یا اینکه خودتون تصمیم میگیریم با احساساتتون چه کار کنین، یا بذارم خیلی قشنگ راحت صحبت کنن، یا اینکه نه چون احساسات من نقطه ضعف من هستن اونو میبندم و اینگونه هستش که شاید زندگی بهتری داشته باشم. خب در پشت کارت ها نمیخواین چیزی رو از دست بدین. ببینید دو ترکیب دو تا کارت با من با هم دیگه به من میگه جلوی احساساتتون رو دارین میگیرین، در واقع شیر احساسی رو میبندین. خب خب عزیزان دل ببینیم چه خبر هست در مورد کارت ها، توضیح کوتاهی بهتون میدم و میرم سراغ کارت های دیگه. توجه کنین دوستان، اینجا دارم میبینم که انگار احساس میکنین قربانی شدین. یعنی یک سری ها دوستان در یک بلا تکلیفی هستین، مسائل اونجوری که دلتون بخواد تکون نمیخورن و خودتون رو چیکار میکنین، دارین تحت فشار قرار میدین در واقع. بس اینجا کارت ها حرفی که به شما میزنن این هستش که تعادلی توی زندگی شما داره وارد میشه، کادری به زندگیتون داده خواهد شد، میگه بهتون که شما تجربه زندگی رو دارین، پس اینقدر مته به خشخاش نذارین و اینقدر خودتون رو عصبی نکنین، این تلاطم رو کنار بزنین، به سمت ساحل های آرام برین. در سر شما به فکر یک، ببینید یه مسئله سختی که توی زندگیتون اتفاق افتاده هست دارم میبینم هستن. در زندگی احساسیتون دارم سخاوتمندی میبینم. در زندگی کاریتون یک تبخور خاص، یک نگاه 360 درجه و یک تسلط عالی. در زندگی مالیتون هم، زندگی مالیتون در حال تغییر تحول هستش، وارد دوره جدیدی دارین میشین دوستان و تصمیم میگیرین و خودتون رو رها میکنین. در مورد مسائل چالش شما این هستش که شانس بیافرینین و اینکه یک مسئله رو باید استارتش بزنین، شروع کنین به هر حال. خب با ایمان شروع کنین. در مورد چالش شما این هستش که صبوری کنین و به چه سمتی میرین جلوی احساسات خودتون رو دارین میگیرین دوستان و بر احساسات خودتون تسلط دارین و این بهترین کاری هست، بهترین هدیه‌ای هست که میتونین به خودتون بدین. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت‌های احساسی دوستان. در مورد مسائل احساسی ببینیم روباهین یا خروس. در مورد مسائل احساسی خب ببینیم چه خبر هست. راز میزنه، حرف از راز و حرف از خودتون رها کردن. یه سری چیزهایی که در درونتون هستش رو دارین رها میکنین، بره برگ های خشک رو میریزین بره. ببینین دوستان پشت کارت ها حرف از اعتیاد میزنه، یک سریاتون مخفیانه به کسی اعتیاد عاطفی دارین. من دیگه نمیگم وابستگی عاطفی، برای که باور کنین من چیزهایی میبینم که میگم بیشتر اعتیاد عاطفی. خب این شخصی ماها قشنگ یک سری ها معتادای خاصی هستیم در مسائل عاطفی، برای همین هست من خیلی خوشحال میشم وقتی این کارت رو میبینم با کارت اون کارتی که پشت بود و بهتون گفتم که مخلوط دوتاشون میشه جلوی شیر احساسمون میگیریم. واقعا یک نوع اصلا نه اینکه فکر کنین که لازمه، بلکه واجبه. یک سری ها اصلا مسائل احساسی نباید توی زندگیشون مشکل هست. این حرفایی که دارم میزنم خودم هم قشنگ متوجه هستم مسائل عاطفی ظرفیتشون نداریم، گنجایششون نداریم. خب پس رها کنیم، اول بریم درد خودمون رو درمان کنیم ببینیم چه مونه. خب چرا من به کسی اعتیاد پیدا میکنم؟ خب نمیتونم خودم رو رها کنم، بعد هزار یک بهانه میارم که طرف زنده باشه یا مرده باشه. دوستان توجه کنید که زنده باشه با ما نباشه یا مرده باشه با ما نباشه، به خاطر که زندگی اون رو از ما جدا کرده، ولی در این اعتیادات عاطفی ما هست. خب بریم ببینیم چه خبر هست دوستان در کارت های قطب مؤنث محترم و نه جنس مؤنث، اونایی که افرادی هستن که مسائل احساسی و وسائل معنوی براشون مهم هست. دوستان توجه کنید
پس این کارت ها رو میتونید برای خودتون هم نگاه کنید در مورد یین خودتون، قطب مؤنث خودتون، اونایی که مسائل احساسی برای شما مهم نیست. ببینیم قطب مؤنث بنده خدا چه خبر هست در زندگیش، یا اینکه قطب مؤنث خودتون: من قوی هستم و شجاع شد دختر یا پسر شجاع هم بنده خدا شد دیگه. من آماده هستم که هر چالش رو از جلوی پام بردارم. اوکی، بسیار خوب. کارت بعدی میگه که افسرده، من افسرده هستم و ناراحت و احساس خالی بودن میکنم. اوکی، و کارت دیگر ببینیم چه خبر هستن. کارت دیگه میگه که من هرگز موفق نمیشم و دوست دارم هم بهتر این هستش که همه چیز رو رها کنم. اوکی، کارت بعدی میگه که مسدود، تو منو مسدود کردی و اینکه من نمیدونم چجوری از این مسدودیت در بیام. خب از جانبی میگه من شجاع هستم. ببینید از خودش یه ویترین بسیار خوب داره نشون میده. یک کیلو بستنی بنده خدا جلوی خودش گرفت گذاشته که بخوره، که به این زودی دیگه باید بره لیپوماتیک کنه. از جانبی دیگه دارم میبینم که احساس شکست میکنه. به خاطر که چی؟ ببینید اصلا کلا به طور کلی الان اینجا برای یک سری از شما دوستان عزیز قطب مؤنث خودتون، حالا به هر حال قطب مؤنث هم اگر باشین، ولی به هر حال قطب مؤنثتون میزنه زده بالا که دیگه قطب مؤنث هستین. یک سری ها ببینید با اینکه تلاش کردین که قوی باشین، دارم میبینم نه، همه اون به قول معروف قلعه‌ای که ساختین از کارتون بود و یه بادی خورد و همه شکست و رفت. اینجور نباشین دوستان. خب با خودتون این کار رو نکنین. حالا برحال ببینین چه کار میتونین بکنین. اینقدر احساس نکنین که موفق نمیشم و نمیدونم چون یه نفر منو بلاک کرد. بلاک کرد که بلاک کرد، به درک. رها کنین خودتون. احساس شکست کردن. آخ من بدبختم، من بیچارم. دیدیم یه سریامون جوجه اردک زشت هستیم. هر اتفاقی بیفته تو زندگیمون اینقدر دیگه باید حتما ترحم دیگران رو جمع برای خودمون جمع کنیم. خودمون بدبخت هستیم، به دیگرانم بگه وای بدبختر از من وجود نداره، در حالی که اینقدر آدم بدبخت هست. اونم بنده خدا قطب مذکر هنوز حرف نزده، میخواییم حرف بزنه. پس خود به مذکر و نه جنس مذکر، افرادی دوستان که مسائل مادی و اینکه مسائل مادی، روابط خونی براشون مهم هست و ارزشاشون ارزش‌های پایین دنیوی هستش. این هم قطب مذکر و نه جنس مذکر. با مرتبه من اینم زیپ زد در دهنش. خب و اینکه میگه که من میخوام با طرف بزنم ولی نمیتونم، و اینکه نمیتونم و بنابراین ترجیح میدم هیچی نگم. خب نگو به درکی. نوستالژی، من به تو فکر میکنم، به ملاقاتمون فکر میکنم و اینکه من همیشه به تو فکر میکنم. همیشه به من فکر کن. وقتی که حرف نمیزنی میخوام تو عمرم فکر کنی بنده خدا. خب وفادار، من به تو وفادار هستم و فقط به تو فکر میکنم. به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، باهات حرف نمیزنم، به ملاقاتمون فکر میکنم. خیلی خب، فکر کن تا بشی انیشتین. کارت بعدی مکالمه. ببین ای طرف دهنش رو ببین، حالا وسوسه شده، داره به خودش میگه کار شیطونه. میخوام پیامی برات بفرستم و اینکه دوست دارم باهات حرف بزنم. اوکی بفرست، ما هم جواب میدیم حتما. و دست ردی بهش خورد، احساس میکنه که فراموش شده. خب دوستان، پس خود به مذکر حالش بهتر تا حدی بهتر از خود به مؤنثه. خب اون سکوت کرده ولی بدبخت گمگیج هست، نمیدونه بچی سکوت کرده چون میگه من وفادارم و بعدش آخرش هم تصمیم گرفته صحبت کنه. خب تخم کفتری که شما گذاشتین زیر زبونش کم 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 داره قبل از اینکه تبدیل به جوجه بشه میخواد بشکونتش، حرف بزنه. و اما بریم ببینیم دوستان در قطبایی که گفتیم در گذشتگان احساسی افرادی که در جدایی هستیم چه خبر هست. هفته های آینده آسان نخواهند بود. خب مگه قبلا آسان بوده؟ اتفاقا باید یک سریامون بریم برنامه ترک اعتیاد، همونجور که گفتم خیلی هم آسان خواهد بود. هفته اول آسان نخواهد بود، بعدش که آسان خواهد بود. خانواده من جای بسیار بزرگی در زندگی من دارن. خیلی خوب، یک باد نسیم جدید و یک شانس دوباره. بسیار خوب. به هر حال
همه حرفا رو زد، هفت خان رستم رو رد کرد و بنده خدا بیاد بگه یک نسیم جدید با چی؟ با شما یا با کسی دیگه ای؟ برای که به هر حال دوستان بریم ببینیم چه خبر است در کارت کائنات برای شما دوستان عزیز. اوه نه دیگه قرار نشد ستا بیافتین لطفا. اینه اولی رو بردارم. آره اولی رو برمیدارم. خب گنج فراموش شده. در تمام نواقص من به تو فراوانی رو هدیه می کنم. آیا تو اونو می بینی؟ ملاقات ها، دوستان، عشق، پول، خانواده، کار و مادیات و مسافرت ها، همه این چیزها رو در پرسپکتیو زندگیت قرار بده و آنچه را که دوست داری بردار و قسمت خوبشون رو در نظر بگیر. همه چیز رو نسبی ببین و نه مطلق و به من لبخند بزن. خیلی خب اینم از کارت کائنات و اما بریم ببینیم عزیزان فرشتگان حرف از انگیزه میزنن و پشتکار، انگیزه و پشتکار و صبوری کلید یک نتیجه مثبت هست. بسیار خوب. و عزیزان از دست رفته دوستان، بله من حالم خوبه، توجه کنید از اینکه تو به من فکر میکنی و من به من توجه میکنی و از اینکه تو اخباری از من میخوای و حال منو میپرسی، قلب منو حال دل منو خوب میکنه و اینکه من اونجایی که هستم حالم خوب هست و فهمیدم که زندگی دنیوی رو ترک کردم و در این زندگی معنوی دارم پیشرفت میکنم. من از طریق فکر با تو هستم. عزیزان دل این فال شما بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من مثل همیشه روی ماهتون رو میبوسم و ازتون تشکر میکنم از اینکه با من همراهی کردین. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.